خب جناب سفیر صاحب، از اینکه برای ما وقت دادید تا در مورد سفر رئیس جمهور غنی به هند صحبت نمایید سپاسگزاری میکنم. سوال نخست میخوایم بپرسم که نظر شما در مورد اهمیت این سفر چی است و این سفر چی پیامی را دارد؟ تشکر از اینکه برای این فرصت دادید تا با شنونده های رادیو آزادی صحبت نمایم. به همه آنان احترام تقدیم میکنم. بازدید از سوی همه رئیس جمهوران افغانستان بسیار مهم است. با در نظر داشت روابط نزدیکی که ما با هم من حیث همسایه های خوب، اعضای سارک، همانجمن و به صفت مردمی که قرنها با هم زیستند داریم. این بیشتر از یک دیدار تشریفاتی است. هر یک از رئیس جمهوران افغانستان و یقینا رئیس جمهور غنی که اولین سفر رسمیش به صفت رئیس جمهور به هند است، استقبال گرم خواهد شد. هر دو رئیس جمهور و صدر اعظم هند برای استقبال وی چشم برا هستند. در حقیقت طوری که شما می دانید، در مورد اوضاع افغانستان هند علاقمندی زیادی دارد. پس مطبوعات، جامعه استراتژیک و تجارتی همه برنامه های مختلف را سازماندهی می کنند. همه آنان چانس تعامل با رهبری جدید افغانستان را خواهند داشت. پس در کل ما به این اهمیت زیاد می دهیم. این یک بازدید رسمی است. وی مهمان خصوصی رئیس جمهور ما خواهد بود و با رئیس جمهور ما یک جا در راجپتی بوان یا قصر ریاست جمهوری هند اقامت خواهد کرد. خب، تشکر طوری که شما یادآوری کردید، بعد از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان این اولین سفر رسمی اشرف غنی به کشور هند است. چه فکر میکنید اجندای اصلی قابل بحث چی خواهد بود و آیا رهبران هندی کدام اجندای دارند که ممکن در جریان این ملاقات مطرح کنند؟ اجندایی که ما داریم میان دوستان بالای هر موضوع بحث خواهد شد. در مورد سیاست، وضعیت امنیتی، آنچه که در توسعه اقتصادی اتفاق میافتد و برنامه های دکتر غنی و همچنان در مورد این که با آینده چگونه نگاه میکند بحث خواهد شد. طوری که قبل از این گفته ایم که هند هیچ برنامه ای به خاطر ترک افغانستان ندارد و ما متحد به کامیابی افغانستان هستیم. پس باید با هم بنشینیم و در مورد این که اولویت های حکومت جدید افغانستان چی است، چگونه میخواهد که هند همکاری کند، در کدام ساحات و چی طور، بالاخره در مورد همه چیز. و البته که ما شرکای استراتژیک هستیم و این خودش یک اجندا است. اگر شما قرارداد استراتژیک را ببینید، بالای هر موضوع بحث خواهد شد، البته با در نظر داشت مقطع زمانی. خب، اگر به روابط میان افغانستان و پاکستان توجه کنیم، دیده می شود که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی یک انکشاف دراماتیک و نزدیک در روابط میان این دو کشور صورت گرفته است. آیا این شما را نگران نساخته است؟ نه خیر، ما در این مورد نگرانی نداریم. ما مربوط به یک منطقه هستیم، ما همه همسایه ها هستیم. داشتن روابط طبیعی میان دو کشور یک حالت عادی است، نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه پاکستان باید تلاش کند تا روابطش را با هند نیز بهتر سازد. به طور مشابه هند مشتاق روابط بهتر با پاکستان است. در مورد اینکه انکشافات دراماتیک بوده یا نه، نمیخواهم در آن مورد نظر بدهم، اما بله، تلاش های زیادی انجام شده و من که اینجا نشستم به طور مشخص گفته میتوانم که تلاش های زیاد از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته است. حالا این مربوط به آنان و شما است که آیا این متقابلا و مساویانه صورت گرفته؟ از آدرس هند نمیخواهم در این مورد نظر بدهم، اما بله، برای همسایه ها این بسیار طبیعی است که روابط خوب داشته باشند. طوری که شما میدانید، رهبران افغان این وضعیت را یک خصومت اعلام ناشده تشخیص داده بودند. رئیس جمهور افغانستان در راستای صلح نیز خواهان حمایت هند است. شما از این چگونه حمایت کرده می توانید؟ ما به تنظیم ها دسترسی نداریم. تنها با یک جانبی که آن هم حکومت افغانستان است روابط داریم. ما دسترسی مستقیم به طالبان و یا رهبران آنان و سایر مخالفین مسلح نداریم. ما حمایت کننده خوب بوده ایم. یک نظر است که یک گروهی از کشورهایی که همکاری خواهند کرد و موقف هند در آن آشکار است که تمام پروسه های افغانی و برنامه هایی که توسط افغان ها رهبری شود حمایت می کنیم، که باید انحصاری باشد و به حدودش احترام قائل شود. نباید منافع و دستاوردهای 13 سال قبل را متضرر و متاثر سازد و ما مدام افغانستان را در این خصوص حمایت خواهیم کرد. مقامات حکومت افغانستان و کارشناسان میگویند حمایت هند بسیار مهم است، به خاطر که هند و پاکستان داخل در یک بازی متهمسازی یکدیگر در افغانستان هستند و یک نوع جنگ نیابتی میان این دو کشور جریان دارد. اگر با وضعیت مشاهده شود، شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ در حالی که پاکستان از حکومت افغانستان خواسته تا فعالیت ها و نفوذ هند را در این کشور محدود سازد. مردم میتوانند تقاضا کنند تا حضور هند محدود
محدود شود. اما نمیدانم چگونه مردم نفوذ هند را محدود میسازند. در نهایت ما باید به یاد داشته باشیم که روابط میان هند و افغانستان میان حکومت ها محدود نیست. این بین مردم دو کشور است. این از یک تاریخ طولانی هزار ساله که ما داشته ایم سرچشمه گرفته و حتی از زمانی که پاکستان تولد نشده بود. اکنون که یک کشور ایجاد شده به این معنا نیست که روابط تاریخی از بین برده شود. نفوذ از کارهایی که ما انجام می دهیم سرچشمه می گیرد. من به جواب سوال شما در مورد جنگ نیابتی نیز جواب می دهم. اما کارهایی که ما در افغانستان انجام می دهیم در بخش بازسازی تعلیم و تربیت اطفال صحت کمک می کنیم. این همه کارهایی است که بالای مردم عام اثر می گذارد و این سبب نفوذ هند و یا شهرت و محبت میان افغان ها به هند می شود. حالا نمی دانم که مردم این را چگونه توقف خواهند داد تا که ما تصمیم بگیریم که ما به افغان ها ویزا نمی دهیم و افغان ها به هند آمدن نمی توانند که این پالیسی ما نیست. ما افغان های بیشتر را می خواهیم که بیایند. این یکی از دلایل است که می خواهیم در افتا شامل شویم. حتی مردمی که توانایی پرداخت پول تیکت هوایی را ندارند بتوانند در یک بس از جلال آباد به امرتسر در 7 یا 8 ساعت سفر کنند. پس برای انجام آن ما به همکاری همسایه خود نیاز داریم که او همچنان یک عضو سارک است و همچنان متحد و ادغام منطقه است و این دیدگاه حکومت و آرزوی مردم افغانستان است. در پاسخ به سوال شما در مورد جنگ نیابتی، در حقیقت من در درک آن عاجز ماندم. بسیاری از تحلیلگران این موضوع را آوردند. اکنون این بحث از کجا می آید؟ در اینجا یک حقیقت است. جنگ در افغانستان انجام می شود، افراد ملکی کشته می شوند، نیروهای امنیتی افغان کشته می شوند، خانه ها، بانک ها، اینستیتوت ها مورد حمله قرار می گیرند. در آنجا نیروهای نیابتی هستند که به نمایندگی فرد دیگری می جنگند. زمانی که می گویم نیروهای نیابتی، افرادی که این جنگ را می جنگند، پناهگاه و کمک را از خارج دریافت می کنند. آنان به نمایندگی از یک کشور می جنگند. حالا هر جنگی که ببینید دو جناح در آن شامل است. طرف دیگر کدام است که می جنگد؟ آیا هند کدام گروه تروریستی را در اینجا حمایت می کند؟ نه خیر، کیها جنگ می کنند؟ تروریستان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند. از سوی جنرالان پاکستانی گفته شده که در حین حکومت حامد کرزی و اکنون افغانستان و هند مشترکاً بلوچ ها را حمایت کرد. من این گفته ها را شنیدم. در حقیقت پرویز مشرف یک ماه قبل در یک مصاحبه دقیقاً قبول کرده که وی گروه های ضد حکومتی را حمایت میکرد تا رئیس جمهور کرزی و حکومت وی را به حراس بیاورد. پس آنان باید این کار را متوقف سازند و تا جایی که موضوع متعلق به بلوچستان است، این مسئله به طور دو جانبه با حکومت افغانستان و در نشست های سه جانبه با آمریکایی ها مطرح شده است. در بلوچستان یک موضوع را باید داشته باشید. جغرافیای افغانستان را ببینید. بلوچستان با هلمند، قندهار و نیمروز سرحد دارد. در 13 سال گذشته در این مناطق بیشتر نیروهای بریتانیایی و آمریکایی حضور داشتند. اکنون اگر افراد میگویند که هند و افغانستان توریست را تربیت کرده و سلاح روان میکند، پس چی میکردند نیروهای آمریکایی و بریتانیایی که ظرفیت استخباراتی تیارهای بیسرنشین دارند، نظارت قوی از فضا دارند؟ شما میخواهید بگویید که آنان نمیدیدند؟ یا پاکستان همچنان باور دارد که آنها نیز ما را در بی‌ثبات سازی بلوچستان کمک می‌کرد؟ بلوچستان تاریخ خود را دارد و پاکستان را آنها بهتر می‌شناسند و آن یک جنگی است که من نمی‌خواهم در موردش نظر بدهم. پس این ادعاها به اساس بوده. آنان هیچگاهی ثبوت در این مورد نداشتند، حتی به آمریکایی‌ها ارائه کردن نتوانستند. آمریکایی‌ها برای آنان گفتند که در چیزهایی که آنان می‌گویند حقیقت وجود ندارد، اما آنان باید این شعار را داشته باشند، به خاطری که اکنون جهان می‌داند که بسیاری از خشونت‌ها در افغانستان صورت می‌گیرد، به خاطر حمایتی که شما می‌دانید از کجا سرچشمه می‌گیرد. آنان چگونه این پالیسی را به افغان‌ها توجیه می‌کنند؟ آنان تشریح می‌کنند که ما نه تنها شما را می‌کشیم، بلکه همچنان یک جنگ را بر ضد هند انجام می‌دهیم. در افغانستان نیروهای هند در کجا است؟ آیا ما در این کشور نیرو داریم؟ این یک توطئه است که آنها ایجاد کرده‌اند، به جای اینکه قبول کنند که آنها جنگ‌های نیابتی را پیش می‌برند و می‌خواهند که آن را به یک جنگ جلوه دهند که در اینجا میان دو جناح جریان دارد تا کارشان به نظر خودشان و جهان توجیه پیدا کند. این تنها یک پرده دود است. گفته می شود سال کنونی برای افغانستان از لحاظ امنیتی بسیار مشکل خواهد بود. همچنان یک گروه نو تشکیل به نام گروه دولت اسلامی نه تنها برای ثبات افغانستان بلکه منطقه یک تهدید است. آنها تلاش دارند در افغانستان پایگاه های قوی داشته باشند و به صفت یک قدرت منطقه در راستای مبارزه با این پدیده هند چه نوع کمک به افغانستان کرده می تواند؟
هند به جز از این که نیروهایش را به افغانستان ارسال کند، خواسته و در ارتقای ظرفیت نیروهای افغانستان تا حد توان کمک کرده است. بالاخره شما به افرادی نیاز دارید که در بخش های عملیات های ویژه و مبارزه با شورش آموزش دیده باشند. در مجموع در هر بخش، عسکری که در خط اول می جنگد باید توسط افراد زیاد حمایت شود. اگر در بخش لوجستیکی باشد، نگهداری استخبارات در تمام بخش ها ما همکاری نزدیک داریم. ما به خاطر تقویت افغانستان هر اقدام را عملی خواهیم کرد، به خاطری که این واقعا یک نگرانی است. اینکه فعالیت های گروه دولت اسلامی در افغانستان متعلق با گروه دولت اسلامی در عراق است، این مسئله قابل بحث است. اینها میان خود چی نوع روابط دارند؟ آیا مذهبی و یا آیا ایدئولوژیک است؟ در خصوص تکتیک هایشان ما تا هنوز متعقل نیستیم و این سوال توسط عده زیادی بلند شده است که آیا این واقعا گروه دولت اسلامی عراقی است یا یک پدیده محلی و یا آیا تغییر علامت است؟ پس نام های زیادی با آن گذاشته شده است. بالاخره آنان از هوا نیامدند. ساختار حمایت آنان چی است؟ در هند ما همچنان با شورشیان مواجه شده ایم و ما می دانیم که این گونه شورش های ضد حکومتی تا زمانی که پناهگاه ها و محلات هم نداشته باشند ایستادگی کردن نمی توانند. پس شما و دیگران باید در حکومت افغانستان ببینید که آنها برنامه هایشان را در کجا طرح‌ریزی می کنند. من می دانم که آنها می توانند افراد را استخدام کنند و یا نیروهای طالب را جذب کنند. استخدام افراد ظرفیت این را نمی دهد که این یک کشور را تهدید کند. اینکه ایدئولوژی آنها چی است، حامیان و استادان آنها کی است و کیها آنان را حمایت می کنند، موضوعاتی هستند که ما همه باید آن را تا عمق بررسی نماییم. دقیقاً طوری که شما به آن اشاره نمودید، اگر این واقعا گروه دولت اسلامی باشد، پس یک چالش بزرگ است، نه تنها برای افغانستان بلکه با پاکستان و هند و همچنان با سایر کشورهای جهان. این چهره منطقه را تغییر خواهد داد.